بینندگان و علاقمندان برنامه حزب و فعالین، از اینکه باز طبق روال چهارشنبه شب‌های هر هفته به خدمت شما می‌رسیم تا این برنامه را تقدیم کنیم، خوشحال هستیم. قبل از هر چیز امیدوارم هر کجا که هستید درودهای گرم من و دیگر تهیه کنندگان و همکاران این برنامه را پذیرا شوید. عزیزان، همانطور که اطلاع دارید، دولت احمدی نژاد بعد از سال‌ها سرانجام در روز 14 آذر ماه پیشنویس لایحه اصلاحیه قانون کار را به مجلس برده تا با تصویب آن به یک یورش گسترده دیگر به کار و زندگی و معیشت طبقه کارگر ایران قانونیت ببخشد. رژیم که از عکس العمل جنبش کارگری ایران نگران است، همزمان با زهر چشم گرفتن از فعالین کارگری و به انحراف بردن مبارزات آنها، دور تازه‌ای از فشار بر فعالین کارگری در داخل زندان‌ها و خارج از زندان را آغاز کرده. در رابطه با اهداف رژیم برای تغییر همین قانون کار ضد کارگری فعلی و وظایفی که در این رابطه بر دوش فعالین کارگری قرار می‌گیره، از رفیق خسرو بوکانی، از اعضای کمیته مرکزی کمله و از فعالین جنبش کارگری دعوت کردیم تا به برخی از سوالات ما در این زمینه پاسخ بدن. رفیق خسرو، به استودیو تلویزیون کمله خوش اومدید. بسیار ممنونم رفیق خسرو. منم عرض سلام دارم خدمت بینندگان تلویزیون کمله و همچنین خسته نباشید عرض میکنم خدمت شما و تمامی همکارانتون. در خدمتتون هم بفرمایید. خواهش میکنم. رفیق خسرو، خودتون همونطور که اطلاع دارید، پیشنویس لایحه اصلاحی قانون کار بعد از اینکه 1 سال و 3 ماه از انتشار علنی اون میگذره، در 14 آذر ماه، یعنی 3 هفته پیش، از جانب دولت جمهوری اسلامی به مجلس ارائه داده شد تا در اولین فرصت اون رو به تصویب برسونن. قبل از اینکه ما بیشتر به جزئیات این پیشنویس بپردازیم، می‌خواستم برای بینندگان و علاقمندان این برنامه توضیح بدی که پیشینه بحث، یعنی اصلا زمینه تاریخی این بحث تغییر قانون کار به کی برمیگرده و محورها یا قلمروهای اصلی این تغییرات کدوما هستند، چون خود قانون کار فعلی هم همه بندهاش علیه کارگران و در دفاع از سرمایه‌داران تنظیم شده. من مقدمتاً باید عرض کنم که خدمت شما، اولین قانون کاری که جمهوری اسلامی به اصطلاح تایید کرد و مورد تصویب قرار داد و جنبه اجرایی به خودش گرفت، قانون کاری بود که سال 69 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تصویب قرار گرفت و در اختیار نهاد اجرایی کشور به اصطلاح گذاشته شد جهت اجرا. دقیقاً 2 سال بعد از تصویب این قانون، زمزمه های تغییر این قانون و ایجاد اصلاحیه های در اون مطرح شد در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی، هاشمی رفسنجانی، و سال 8 بعد ها سال 72 هر گونه تظاهرات کارگری را در جهت احقاق حقوق کارگری ممنوع اعلام کردند. همچنین در سال 81 کارگاه های زیر 10 نفر رو از شمول قانون کار خارج کردن. همچنین آقای برنارد جرنیگان و خانم کرن کریستیس که به ایران مسافرتی داشتن جهت بررسی وضعیت مبارزات کارگران، تشکلات کارگری و مشاهده مشکلات و گرفتاری هایی که طبقه کارگر ایران با اون دست به گریبان موقع برگشتنشون، و همچنین دیدن نهادهای زرد، تشکلات زرد نظیر خانه کارگر و شوراهای اسلامی، اینا گزارشی که منتشر کردن، در این گزارش صراحتا اعلام کردن که تشکلات زرد، تشکلات دولتی هیچ گونه ربطی به منافع طبقه کارگر ندارن و اصولا هیچ گونه حقانیتی جهت نمایندگی طبقه کارگر ایران ندارن. دوران به اصطلاح دوران سازندگی و پس از اون سر کار آمدن محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور ایران، دورانیه که رژیم میخواد گشایشی در به اصطلاح عرصه بین المللی واسه خودش به وجود بیاره، ارتباطاتش رو با نهادهای بین المللی، مالی بین المللی، نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و دیگر نهادهای بین المللی از جمله سازمان جهانی کار و اینا گسترش بده، در نتیجه جهت ورود به بازار به اصطلاح و همچنین بازار سازمان تجارت جهانی نیاز به این داره که یه چهره معتدل تری از خودش نشون بده. و دقیقا سال 83 هستش که اینا میخوان
با یه سری امکانات و امتیازاتی که به اصطلاح عوام فریبانه در اختیار طبقه کارگر قرار میدن، تشکلات کارگری به وجود بیان و از این طریق بخوان چهره کاملا مخدوش و سیاه خودشونو در نزد این تشکلات جهانی به اصطلاح بازسازی کنن. و در واقع محسن خواجه نوری که اون وقت معاون رابطه کار وزارت کار بوده، در مهمای سال 83 با امضای موافقتنامه‌ای با آقای کاری تاپیولا و هرمان واندرلان، در این توافقنامه اینا به این نتیجه میرسن که در جهت توسعه تشکلات کارگری، یعنی در واقع مجبور میشن که یه سری اقداماتی انجام بدن. پیشینه به اصطلاح تغییر قانون کار دقیقا برمیگرده اصلا اون اوائل تصویب این قانون و دو سال بعدش که عرض کردم سال 71 که شروع شد و بعدا از حدود 5-6 سال پیش به شدت رژیم در فکر این بوده که اصلاحیه‌ای به قانون کار اضافه کنه و در واقع یه سری امتیازات و یه سری موادی رو که در این قانون بنا به مبارزات کارگری، بنا به توازن قوایی که بعد از قیام طبقه کارگر تحمیل کرده بود بر نظام، بالاجبار در قانون کار گنجانده شده بود و میخواد با این اصلاحیه اینا رو هم از طبقه کارگر باز پس بگیره و فشار بیشتری وارد کنه. از 5-6 سال پیش که اینا لایحه اصلاحی قانون کار رو به اصطلاح نوشتن، مورد اعتراض بسیار شدید طبقه کارگر ایران قرار گرفت و فعالین کارگری، تشکلات کارگری اعتراضات گسترده‌ای رو در نسبت به این مسئله انجام دادن که نهایتاً منجر به این شد که جهرومی اعلام کنه که این تغییرات رو انجام نمیدیم، این اصلاحیه لازم نیستش. ما بین مجلس و مجمع تشخیص و دولت و اینا یه سری به اصطلاح تغییرات جزئی در قانون انجام شده، همین کافیه. یعنی در واقع بر اثر مبارزات کارگران، بر اثر مبارزات تشکلات کارگری و طبقه کارگر ایران، اینا در واقع مجبور به مسکوت گذاشتن این طرح شدن و همچنان که عرض کردم پارسال متن اصلاحیه رو بالاخره نوشتن و شما فرمودین که 14 آذر ماه امسال تقدیم مجلس دادن. در واقع مواردی که این اصلاحیه به دنبال اونه و محورهای اساسی که میخواد اصلاح در قانون کار به وجود بیاره، برمیگرده به زدن مرخصی کارگران، مرخصی های سالیانه، پایین آوردن دستمزدهاشون، باز کردن هرچه بیشتر دست کارفرما در اخراج سازی های وسیع و گسترده، استفاده و در واقع سوء استفاده و بهره کشی از کار کودکان، همچنین تغییرات مربوط به عنوان نمونه مثلا میشه به ماده 21 که همین اصلاحی قانون کار اشاره کرد که در ارتباط با قرارداد کار هستش. و اصولا من البته یه توضیح رو اینجا خدمت شما عرض کنم که با این قراردادهای سفید، با قراردادهای موقت، با به اصطلاح قراردادهایی که کارگر هیچ اطلاعی از متن و موضوع اون نداره، در واقع قرارداد کاری که تو قانون کار تعریف شده عملا ما میبینیم که از مدت‌ها پیش دیگه اثری ازش نیست و در واقع به ندرت مثلا یافت میشه، به ندرت ما میبینیم که مواردی از قانون کار در حق کارگرانی که مورد تظلم به اصطلاح واقع شدند به اصطلاح اجرا شده باشه. در نتیجه علارغم اینا بالاخره اینا میخوان که اندک مزایا و اندک مواد قانونی که به نفع طبقه کارگر بر اساس مبارزات سالیان سالش در این قانون گنجونده شده بود، اینا رو هم دیگه حذف کنن و فشار بسیار بیشتری رو بر سفره خالی کارگران وارد کنن.
همونطور که خودتون اشاره کردید، یکی از این تغییرات مربوط به ماده 21 قانون کار راجع به خاتمه قرارداد کار بین کارگر و کارفرما است. چه تغییری در این ماده صورت گرفته که دست دولت و کارفرمایان رو برای اخراج بیشتر کارگرها بازتر میکنه؟ در لایحه اصلاحی قانون کار با اضافه کردن این بند، در واقع قانون کار لازمه که توضیح داده بشه. قرارداد کار، قرارداد کار اصولا به روشنی و مشخصا در قانون کار قید شده که ما بین هر کارگر و کارفرمایی باید یه قراردادی وجود داشته باشه که بر اساس این قرارداد اینا با هم دیگه به اصطلاح دارن معامله میکنن. در واقع تو قرارداد حتی مدت کار، دستمزد کار، محل کار، مزایای کار، تاریخ انعقاد و انقضای قرارداد کار، کلیه این موارد به اصطلاح ذکر شدن تو قرارداد کار. اینا مشخصا ازشون اسم برده شده. نوع کار و یا حرفه‌ای که به اصطلاح کارگر باید انجام بده، مشخصات طرفین کار شامل مشخصات کارگر و کارفرما، اینا کلا باید تو قرارداد کار قید بشن. ولی اینا عملا با قراردادهای سفید و قراردادهای بدون امضا و اعمال یه سری از به اصطلاح قوانین ناگفته، در واقع مدت‌های مدیدیه که همین قرارداد کار رو عملا نقضش کردن و بهش عمل نمی‌کنن. آره، تو اصلاحیه ماده 41 که مربوط به تعیین میزان حداقل دستمزد است، نه تنها تفاوت حداقل دستمزد به خاطر بدی آب و هوا یا کار در صنایع سخت حذف شده، بلکه یک سری مؤلفه‌هایی اضافه شدن که دست شورای عالی کار رو باز می‌ذاره تا بتونه بدون اینکه مانع قانونی پیش بیاد دستمزدها رو منجمد کنه و یا حداقل دستمزد رو پایین‌تر از نرخ تورم اعلام شده از بانک مرکزی تعیین کنه. این تغییرات کدوم هستن؟ این تغییرات برمیگردن به پیشینه به اصطلاح تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگر که بر اساس قانون فعلی، قانون کار فعلی، اصولا شورای عالی کار که متشکل از به اصطلاح 3 نفر نماینده کارگر و 3 نفر نماینده کارفرما به اضافه نمایندگان دولت هر ساله بر اساس آیین‌نامه داخلی خودشون و با استعلام به اصطلاح نرخ تورم از سوی بانک مرکزی، و علارغم اینکه این دست اون دست میشه، گاهن بانک مرکزی گاهن مرکز آمار ایرانه، ولی در تو قانون به صراحت قید شده که بانک مرکزی باید سالیانه مبلغ به اصطلاح نرخ تورم رو اعلام کنه. این شورای کار یکی از شروطش واسه تعیین دستمزد، حداقل دستمزد، همین نرخ تورمه که این نرخ تورم خودش داستانهای طولانی داره. معمولا اینا بر اساس یه ترفند خاصی که حالا دیگه توش ماهر شدن، هر سال با پایان سال با اعلام کردن یه نرخ تصنعی تورم و در واقع بسیار پایین نشون دادن تورم سالیانه میخوان که، یعنی دقیقاً در شرایطی نرخ تورم اعلام میکنن با یه سری مکانیزم هایی که خودشون تو بازار اعمال میکنن، سعی میکنن که زمانی رو که واسه این کار انتخاب میکنن زمانی باشه که تورم از دیدگاه عمومی هم تا حدودی فروکش کرده باشه. در نتیجه تورم رو معمولاً کمتر از حد خودش نشون میده. همین سال 18% که اعلام کردن، در واقع تابستون امسال تورم چیزی حدود 40% بود. در واقع منظورم اینه که مکانیزمش به یه شکلیه که اینا سعی میکنن که حداقل تورم اعلام کنن. یکی از شروط تعیین حداقل دستمزدها همین نرخ تورمه. یکیش تو به اصطلاح قانون قبلی تأمین معیشت یه خانواده چهار نفره کارگری بود، حداقل معیشت. ولی خب جدیداً اینا اومدن یه بند دیگه، یه شرط دیگه به این شروط اضافه کردن که دیگه دست کارفرما و دولت رو کاملا باز میکنه در به اصطلاح هرچه کمتر اعلام کردن نرخ تورم و بر اساس اون دستمزد بسیار پایین‌تر طبقه کارگر. یعنی اینو با اضافه کردن
شرایط اقتصادی در واقع از چند جنبه دارن به طبقه کارگر حمله میکنن. یکی این که اینا طبقه کارگر رو وادار میکنن که شرایطی رو که خودشون آمدانه به وجود آوردن. حالا این شرایط چیه؟ قطعاً شرایطی نیستش که به نفع طبقه کارگر باشه. شرایطیه که مثلا شامل جنگ ها میشه که بر اساس توسعه طلبی، بر اساس خوب خصلت ضد انسانیشون خب گاهن فرافکنی میکنن در جهت حل مشکلاتشون، جنگ های تصنعی برام میندازن، یا وجود به مشکلات اقتصادی، محاصره بین المللی، روابط دیپلماتیکشون حالا فراز و نشیب داره با کشورهای مختلف، باعث به اصطلاح فراز و نشیب اقتصادی میشه. اینا میخوان کلیه این شرایطی رو که خودشون به وجود آوردن، شرایط فلاکتبار که طبقه کارگر هیچ نقشی نداشته در اون واقعا، یعنی میخوام تاوانشو در واقع طبقه کارگر پرداخت کنه واقعا. این شرایط، این بندو به این خاطر افزودن به اصطلاح شرایط تعیین دستمزد که در واقع دست دولت و کارفرما رو باز کنن که حداقل دستمزد رو واسه طبقه کارگر تعیین کنه. از مشخصات بسیار ویژه این شرایط اینه که، یعنی این بندی که بهش افزودن، اینه که هیچ وقت باعث افزایش دستمزد طبقه کارگر نخواهد شد. یعنی در هر حالتی این شرایط، این بندی که اضافه کردن، فقط دو وجه داره: یا اینکه دستمزدها رو در حد دستمزد سال گذشته نگه دارن، یا اینکه کاهش بدن. یعنی در واقع نظام سرمایه‌داری اینجام داره فریبکارانه با طبقه کارگر برخورد میکنه و دیگه این قید نمیشه که خب حالا امسال بر اساس بر فرض مثلا یه رشد اقتصادی، یه جهشی روی میده، در اون شرایط چی؟ آیا حاضرن دستمزدهای طبقه کارگر رو بالا ببرن یا نه؟ که قطعا این کار رو نمیکنن. پس شرایطی رو که اینا در نظر گرفتن واسه تعیین دستمزدها، این بند رو هم بهش اضافه کردن که دیگه هیچ گونه راه گریزی واسه طبقه کارگر واسه تقاضای حقوق دست به اصطلاح دستمزد و مزایای بیشتر باقی نمونه. بله، با این توضیحاتی که دادید فکر نمی‌کنید که با تصویب این لایحه و ایجاد این تغییرات دیگه قرارداد کار بین کارگر و کارفرما مفهوم خودش رو به کلی از دست میده و کارفرما هر شرایطی رو که دلش خواست به کارگر تحمیل میکنه؟ اصولا قرارداد کار تو خود قانون، تو نص قانون کار قید شده که قرارداد کار تنها در شرایطی نقض میشه که به عنوان نمونه کارگر فوت بکنه، یا کارگر دچار آسیب دیدگی کلی، از کار افتادگی کلی بشه، یا کارگر خودش استعفا بده، و یا مدت قرارداد در صورتی که تمدید نشده باشه، حتی اگه به صورت کتبی سهل ضمنی هم تمدید شده باشه، کارفرما حق نقض قرارداد رو نداره. و یا به اصطلاح از کار افتادگی کار که عرض کردم، بازنشستگی کارگر، اینا جزء شرایط قراردادن، شرایط قرارداد کارن. خب من تو صحبت‌های قبلی هم عرض کردم خدمتتون، واقعیت اینه که این شرایطی رو که طی سالیان اخیر، طی حتی دهه اخیر، نظام سرمایه‌داری ایران بر طبقه کارگر در عرصه شغلش تحمیل کرده، مدت هاست که واقعا قرارداد کاری در میون نمونده واقعا. اینا عملا با کاری، با به اصطلاح تصمیمات ناگفته ای که در عرصه کار طبقه کارگر اعمال میکنن، قطعا نظر شما کاملا درسته دیگه، قرارداد کار از مفهوم تهی میشه واقعا. یعنی با شرایطی که اینا به وجود آوردن، با عرض کردم حتی اگه کارگری که استعفا میده پس از 15 روز حتی استعفاشو پس بگیره، کارفرما مجاز نیست که این قرارداد کار رو ملغا شده اعلام بدونه. قرارداد کاملا سر جای خودش به اصطلاح باقیه. ولی خب اینا عملا کاری کردن که دیگه قرارداد کار از مفهوم خودش تهی شده و هیچ گونه جنبه اجرایی نداره در واقع. رژیم از طرح پیشنویس اصلاح قانون کار و تلاش برای به تصویب رسوندن و قانونی کردن این درجه از بی‌حقوقی برای کارگران چه هدفی رو دنبال می‌کنه به نظر شما؟ رفیق، من باید خدمتتون عرض کنم که واقعیت اینه، حالا
جمهوری اسلامی چه در عرصه بین المللی چه در عرصه داخلی مشکلات و گرفتاری های خاص خودشو داره. واقعا رژیم اسلامی با بحران های بسیار عمیقی درگیره، من جمله به اصطلاح ارتباطاتش با دنیای خارج، جنگ جناها و اختلافات داخلی خودشون، تحریم های بین المللی که تأثیرات بسیار ژرف و عمیقی در جامعه ایران به جا گذاشته، عدم مشروعیتی که واسه شون پیش اومده طی سالیان سال، زورگویی، استثمار، سرکوب مردم، اعدام ها، وضعیت بسیار فلاکتباری که واسه جامعه ایران به وجود آوردن، اینا مشکلات کوچیکی نیستن. ولی همین که نظام در این شرایط از تغییر قانون کار غافل نیستش، به نظر من یه چی رو میگه، اونم اینه که این تغییر قانون کار واسهش فوق‌العاده مهمه. چرا مهمه؟ خب به دلیل اینکه اینا دیگه احساس میکنن واقعا با آخر خط رسیدن، واقعا دیگه مجالی رو واسه زندگی خیلی حتی معمولی، نه تنها متوسط، معمولی واسه مردم باقی نذاشتن و تنها طبقه و قشر و مردمی که در نوک این مهاجمات ضد انسانی رژیم واقع شدن طبقه کارگر هستش. در نتیجه از این لحاظ و از این ناحیه احساس میکنه که طبقه کارگر ساکت نخواهد نشست، احساس میکنه که تشکلات کارگری متوجه این قضیه هستن که باید در نهایت به اصطلاح جسارت و علنی کاری و مطرح کردن خواسته و مطالباتشون در جوی کاملا شفاف خواهان احقاق حقوق خودشون هستن. احساس میکنه که حداقل با محدود کردن طبقه کارگر و فعالین کارگری، تشکلات مستقل کارگری، آنها را از ابزارهای به اصطلاح قانونی خودشون هم به اصطلاح خلع سرا کنه. در واقع به نظر من هدف اصلی رژیم از اعمال این اصلاحیه و تصویب آن در صورتی که در مجلسشون رأی بیاره دقیقا همین مسئله هستش. اما در مقابل این وضعیت به نظر شما چیکار باید کرد؟ بعد چه وظایفی تو این وضعیت بر دوش فعالین و پیشروان و نهادهای تشکل‌های مستقل جنبش کارگری قرار میگیره؟ یعنی تو این وضعیت وظایف مبرم فعالین و تشکلات کارگری چی میتونه باشه؟ من خیلی پاسخ به این سوال شما باید عرض کنم خدمتتون که واقعیت اینه که مادامی که رژیم احساس کنه که از ناحیه طبقه کارگر، از ناحیه تشکلات مستقل کارگری حرکتی، اقدامی، اعتراض جمعی و سراسری صورت نگیره، مطمئناً به این اصلاحی هم راضی نخواهد شد. یعنی شما دقت کنین دقیقاً بندهای این اصلاحی قانون کار به حدی ضد کارگری هستن که حتی مقامات به اصطلاح کارگری رژیم و نظیر اولیا علی بیگی که رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار هستش به واکنش واداشته. یعنی همین اولیا بیگی در تقابل با حالا معلومه که اینا در اثر اختلافات جناحی که با همدیگه دارن بین مجلس و دولت و نهادهای مختلف، خب سعی میکنن که این اختلافاتشون رو در عرصه کار، در عرصه زندگی طبقه کارگر با همدیگه تصفیه حساب کنن، به این دلیل که واقعا احساس میکنن که عرصه کار و زندگی، عرصه دقیق ترین و حساس ترین عرصه استماع همین عرصه تولیده، عرصه مراکز کاره. طبقه کارگر به عنوان تعیین کننده تکلیف نهایی هر مملکتی میتونه حرف آخر رو بزنه. وقتی که این اصلاحات به حدی ضد کارگری هستش که مقامات زیادی از خود درون حکومت رو وادار به موضع گیری کرده، حتی
همین اولیا بیگی میگه که تا حالا نشده یه بار دستمزدها نرخ تورم به شکل واقعی خودش از سوی شورای عالی کار اعلام بشه یا از سوی بانک مرکزی اعلام بشه. خب این جناب نمیدونم وجدانش کجا رفته، سالیان سال ها 30 ساله این وضعیت رو داره میبینه. شمایی که ادعا کرده امسال حداقل ما باید کاری کنیم که نرخ تورم واقعی اعلام بشه، دیگه تا کاری به این هم نداره که دستمزدها بر اساس نرخ تورم، همین نرخ تورم غیر واقعی هم بالا نرفتن واقعا. فقط میخواد این رو بگه. من منظورم اینه که این اصلاحات، این تهاجم بسیار وسیع و گسترده‌ای که نظام سرمایه‌داری ایران جهت تداخل و جهت پیوند با نظام بین‌المللی سرمایه و سوداوری بیشتر و بازپرداخت وام‌های کلان و به اصطلاح قاطی شدن بیشترش با اقتصاد بین‌المللی داره به زندگی و معیشت طبقه کارگر وارد کرده، به نظر من مقاومت بسیار وسیع‌تری رو می‌طلبه. چیکار میشه کرد؟ کارها به نظر من فراونه، یعنی در واقع تشکلات کارگری عرصه های بسیار وسیع مبارزاتی رو همین حالا داخل کشور با استفاده از به نظر من خلایی که در بر اثر اختلاف بین جناح‌های حکومتی در عرصه و بر بستر نارضایتی های بسیار عمومی بسیار گسترده که در جامعه وجود داره، بر بستر فقر و فلاکت و فشار بیش از حدی که طبقه کارگر در زندگیش داره تحمل میکنه میتونن وارد عرصه بشن و از حاشیه کاری و حاشیه پردازی و رسیدن به نکات کم اهمیت تر و در واقع به اصطلاح توجه به فرافکنی که نظام رژیم داره انجام میده جهت انتقال مشکلات خودش و جهت منحرف کردن طبقه کارگر، تشکلات کارگری از معضلات و مطالبات اصلیشون، از دغدغه های اصلیشون، به نظر من دقیقا باید وارد اون میدان ها بشن. به نظر من همین به عنوان نمونه همین تجمع اخیر عده‌ای از فعالین کارگری، از مبتکران به اصطلاح امضای جمع‌آوری امضاها و تهیه تومار در اعتراض به سطح بسیار پایین دستمزدها و تحسنشون مقابل مجلس شورای اسلامی، علارغم اینکه در این موارد نکات حساسی هستش که به نظر من فعالین کارگری خودشون دقیقاً کنه این مسائل رو خوندن، به عمق این قضایا دارن توجه میکنن، ولی تاکید بر به اصطلاح دوباره گفتنش به نظر من لازمه. اونم اینه که خب معلومه که تشکلات زرد کسایی که رسما از ناحیه رژیم هدایت میشن، سعی در انحراف، سعی در به انحراف کشوندن مبارزات فعالین کارگری و طبقه کارگر دارن. این رهبران کارگری، این تشکلات مستقل کارگری هستند، این فعالین واقعی کارگری هستند که با درایت خاص خودشون، با موشکافی دقیقشون، ضمن استفاده از منفذها و شکافهایی که درون حاکمیت به وجود میاد و استفاده از بستر بسیار مناسبی در جهت احقاق حقوق طبقه کارگر که همین حالا موجوده، به نظر من باید از تمامی این امکانات استفاده کنن. به نظر من باید از فاز در واقع امضا، تهیه تومار و نامنگاری واقعا باید گذشت، همچنان که به درستی خود فعالین کارگری اعلام کردن که دیگه این فاز رو طی خواهند کرد و در صورتی که مقامات رژیم و در صورتی که نظام سرمایه حاکم حاضر به قبول مطالبات کارگری و حق و حقوق کارگری نباشه، قطعا به اقدامات عملی دیگه نظیر همین موردی که عرض کردم، نظیر مشارکت و اتحاد عملهای بسیار وسیع تر، به نظر من بنبست موجود، موانع موجود، موانعی هستن که از تمامی اینا رو میشه دور زد، چه به لحاظ امنیتی، چه به لحاظ سرکوب، چه به لحاظ تشتت و پراکندگی، چه به لحاظ به اصطلاح کوچک بود، هرچه کوچکتر کردن مراکز و
کارگاه ها و کارخانجات تولیدی توسط دولت، چه به لحاظ پراکندگی مبارزات طبقه کار، تمامی اینها به نظر من راهکارهای خودشون دارند. این دغدغه داران اصلی جنبش کارگری درون کشور هستند که میتونن با سعه صدر، با تحمل نکات ضعف و قوت همدیگه، با احترام به عقاید و به رسمیت شناختن سبک کار همدیگه، به نظر من در بسیاری از مواردی که نکات مشترکشون هستش و در این رابطه دیدگاه‌های مشترکی دارن، میتونن در این به اصطلاح مقوله وارد بشن و راهکارهای مناسبتری رو در عمل پیاده کنن. به نظر من رفیق هستم، من به عنوان آخرین سوال میخوام از شما بپرسم، آیا این که رژیم در این شرایط فشار بر فعالین کارگری دربند رو افزایش داده، این هدف رو تعقیب نمی‌کنه که فعالین کارگری رو در بیرون از زندان وادار به حالت تدافعی بکنه، اونا رو به مقابله با این فشارها مشغول کنه تا از این فرصت استفاده کنه و این لایحه ضد کارگری رو بدون دردسر به تصویب برسونه؟ به نظر شما فعالین کارگری از چه شکلی باید در مقابله با این وضعیت استفاده کنن که این شرایط این وضعیت رو خنسا کنن؟ من همچنان که در توضیحات قبلی هم عرض کردم خدمتتون، اتفاقا شما خیلی به درستی اشاره کردین. واقعیت اینه که همین که رژیم، همچنان که عرض کردم، با وجود داشتن مشکلات عدیده، با وجود اینکه در بحران‌های بسیار عمیق گرفتاره، ولی از ناحیه قانون کارش و از ناحیه مبارزات کارگری نگرانه. یعنی این در واقع اینو به ما نشون میده که سبک کار علنی، مطرح کردن خواستها و مطالبات علنی طبقه کارگر، میتونه یکی از نقاط ضعف رژیم و پاشنه آشیل رژیم باشه واقعا. یعنی این نشون میده که همین که نظام با کلی مشکلاتش دقیقا تو این شرایط حساس میخواد فرافکنی کنه. به عنوان نمونه، آقای رضا شهابی علی رغم حقانیتش، علی رغم مظلومیتش، علی رغم اینکه مدت مدیدی رو تحت شرایط بسیار غیر انسانی نگه داشته شده، عمل جراحی شده، به بیماری ها و امراض مختلفی مبتلا گشته، فشار بسیار زیادی رو دارن بهش میارن و در یک اقدامی جهت مقابله با توهین ها، کرامت شکستن ها، بی حرمتی هایی که زندانبانان بهش وارد کردن، تصمیم به اعتصاب قضا گرفته. خب تصمیم به اعتصاب قضا گرفته، به نظر من این انسان شریف، این مبارز کارگری، این فعال کارگری، اولا نه جاش تو زندانه، دوما نه واقعا شایسته هستش که در این شرایط که طبقه کارگر در با کلی از معضلات مواجه هستش و باید سراغ مطالبات واقعی خودش بره و باید به سازماندهی خودش بپردازه، مراکز کارشو متشکل کنه، باید خواسته و مطالبات عینیشو برجسته تر کنه، به نظر من نباید جانشون حالا به اصطلاح تهدید بشه. به نظر من نیرویی که صرف این میشه که در دفاع از آقای رضا شهابی باید موانع بسیاری رو عبور کنه، هزینه‌های بسیاری رو تحمل کنه و همچنان که کاملا بر حقه، هر فعال کارگری، هر کسی که به علت دفاع از حقوق و کرامت انسانی خودش، به علت دفاع از مطالبات کارگری میفته زندون و تحت شکنجه، اذیت و آزار، بی‌حرمتی قرار میگیره، باید از ناحیه تشکلات کارگری، چه تو داخل چه تو خارج کشور، مورد شدیدترین و وسیع‌ترین پشتیبانی ها قرار بگیره. هیچ شکی توش نیست. منتها واقعیت اینه که خب رژیم اتفاقا خیلی هم به اصطلاح مایله که فعالین کارگری، تشکلات کارگری رو با این گونه مسائل بیشتر سرگرم کنه، با مسائل به غیر از این، با مسائل حاشیه‌ای سرگرم کنه و آنها را از اقدامات اساسی، از اتحاد عملهای بزرگ، از
به اصطلاح تئوریزه کردن، کانالیزه کردن خواستها و مطالبات روز طبقه کارگر باز بداره و در واقع لابلای اینا و در خلا خودش بخواد بدون اطلاع طبقه کارگر و بدون افکار عمومی مردم ایران بخواد بره قانون ضد کارگری کارشو مجدداً بیشتر سطحشو پایین بیاره و فشار بیشتری رو به زندگی و مطالبات طبقه کارگر، معیشت طبقه کارگر وارد کنه. واقعیت اینه که تنها این مسئله نیستش. ما اخیراً ده ها مورد شاهد این بوده ایم که رژیم در نقاط مختلف کشور به فعالین کارگری یورش برده، اونا رو گرفته، زندانی کرده، اذیتشون کرده، به بهانه های واهی، به بهانه های مختلف داره سعی میکنه که فعالین کارگری رو، حتی من دقیقاً متوجه این مسئله هستم که به نحوی از آنها سعی میکنه که شکاف ها و اختلافات بسیار حاشیه‌ای رو درون طبقه کارگر، درون فعالین کارگری دامن بزنه و واسه چی؟ واسه خاطر اینکه بتونه این طرفتر خودش با خیال راحت و با تحمیل قوانینی بسیار ضد کارگری خیالش رو از مبارزه علنی و متشکل و گسترده طبقه کارگر به اصطلاح راحت کنه. این میخواد با مشغول کردن رهبران کارگری، با مشغول کردن بدنه طبقه کارگر، تشکلات کارگری به اوامری تقریبا غیر از اوامر اساسی طبقه کارگر و به اصطلاح فرافکنی مشکلات خودش به جاهای دیگه‌ای، در واقع نیات پلید و ضد کارگری خودشو به کرسی بنشونه و از این طریق من مطمئنم که در صورتی که تشکلات کارگری همچنان که تا حال بر اثر مبارزات گسترده طبقه کارگر همین اصلاحیه تا حالا به تأخیر افتاده، وگرنه اگه این مبارزات نبود، اگه این هوشیاری نبود، اگه این دخالتگری ها نبود، قطعا این همین اصلاحیه 10 سال پیش، 5 سال پیش به تصویب میرسید. پس این اهمیت و لزوم توجه تشکلات کارگری و رهبران کارگری به این موزل اساسی و همچنین به سطح بسیار پایین دستمزدها و مبارزاتی رادیکال، مبارزاتی متشکل به اصطلاح در این عرصه ها رو به نظر من نشون میده و قطعا رهبران کارگری، تشکلات کارگری حول این مطالب، این مسائل میتونن به نظر من تحولات بسیاری رو به وجود بیارن و رژیم رو از رسیدن به این خواستش محروم کنن. در واقع خیلی ممنون رفیق خسرو، من دیگه سوالی ندارم. در خاتمه اگر موضوعی یا مطلبی هست که میخواییم بهش اشاره کنیم بفرمایید. منم عرض خاصی ندارم خدمتتون، متشکرم از این که این فرصت رو در اختیار من گذاشتیم. خواهش میکنم. بله بینندگان و علاقمندان عزیز، بدین ترتیب به پایان حلقه دیگر از برنامه حزب و فعالین میرسیم. همینجا به اطلاع عموم دوستان و عزیزان در شهرهای ایران که خواهان پیوند تشکیلاتی با حزب کمونیست ایران هستند میرسانیم که با این آدرس ایمیل و شماره تلفن‌ها با کمیته تشکیلات شهرهای حزب تماس بگیرند. hfaalin@gmail.com و شماره تلفن‌های 2046-736-276-769-2964-770-06-5053 و شماره تلفن 2045-421-69-565. و ما دوستان و عزیزانی که در شهرهای کردستان فعالیت می کنند و خواهان پیوند منظم با تشکیلات کامل هستند با این آدرس و شماره تلفن ها تماس بگیرند. takesh.komale@gmail.com و شماره تلفن های 2046-736-467-555 2046-735-697-591 و شماره تلفن 2035-404-456-401. از اینکه تا این لحظه با ما بودید سپاسگزارم. تا به هم رسیدنی دوباره، روز و روزگار بر شما خوش. متشکرم، خیلی ممنون، شما خسته نباشید.